یه ضربه مستقیم به سمت دروازه از رمضانی. دو بازیکن جوان یک صحنه قشنگ رو در ورزشگاه خلق میکنن. حیدری رو به جلو برای مشتبه قربانی، ضربه قربانی یک بار دیگه تو به اون میرسه، حالا رو به عقب، فرصت برای ملوان ها و عجب شانسی رو تیم ملوان از دست میده بازیکن تازه واردشون محمد حیدری. بدون گل مساوی. رمضانی روی دروازه، روی تیر یک، فرصت برای تیم ملوان. در آستانه بود توپ به دروازه، بازیکن پیروزی توپو دور میکنه. چیس رضایی اگر به توپ برسه میرسه، یه بازیکن که دومی از راه میرسه رمضانی و توپو به میانه های میدان میفرسته برای مشتبه قربانی. این دفعه توپ یه ضد حمله برای ملوان داره به وجود میاره. مشتبه قربانی، ضربه قربانی نفس کش ضربش رو به بیرون زد. علیرضا حقیقی دروازه‌بان خوش‌شانس که تمام توپ‌ها دقیقاً جایی میاد که او حضور داره، در یک ضد حمله خطرناک معدنچی نگاه میکنه برای کعبی، توپ به تیر دروازه برخورد میکنه و در یک ضد حمله خطرناک هوادارهای پیروزی رو نیمخیز میکنه حسین کعبی. آقای رحیم مقدم خطای هند رو دید اما چون تو در اختیار تیم پیروزی قرار گرفت یا آوانتاژ به موقع داد. حالا فرصت برای نیکبخت که از غفلت غلام علیزاد میتونست استفاده بکنه. جوانی امروزی نظر میگیره، یه سانت روی دروازه خطرناک، خروج حقیقی، فرصت برای صادقی، یه ضربه سر از خود قربانی. اسدی یه حرکت قشنگ، فرصتی عالی، اگر این موقعیت تبدیل به گل بشه باید بگیم که گل قشنگه که این اتفاق هم میفته. واقعا کار گروهی پیروزی در این صحنه فوق‌العاده بود، انقدر قشنگ کار کردن که با ضربه نهایی حسین کعبی در 73 دقیقه قفل دروازه ملوان رو باز کردن. خوشحالی هوادارهای پیروزی. یه لحظه غافل شدن مدافعین از حسین کعبی. نتیجه بازی و دقایق باقی مونده رو با هم میبینیم. یه اشتباه از بازیکنهای ملوان، شیس رضایی یک سانت روی دروازه، فرصت برای گل دوم هست. حالا ضد حمله 2-3. اگر نیکبخت سرعت بده سانترشو انجام میده به معدنچی نرسید، خطای هند و اعلام پنالتی. چه اشتباه بچگانه ای رو انجام داد این مدافع ملوان در حالی که نیکبخت نمیتونست کاری رو انجام بده. در 88 دقیقه بازی بادامکی ضربه رو میزنه، به بدترین شکل هم میزنه، هرچند که غلام علیزاد تشخیص داد. فصل 81-82 ملوان در برابر استقلال در واپسین ثانیه‌ها به گل تساوی رسید. ببینیم آیا تاریخ تکرار خواهد شد این بار در مساف با پیروزی ها. خیر، وجب فرصتی رو به بیرون میزنه مازیار زاره.